امروز به اسکندری کارشناس سازه و بازرس فنی ساختمان از تورنتو با ما همراه شدن. آقای اسکندری خیلی خوش اومدین. چقدر نفوذ نهادهای دولتی در زمینه صدور پروانه و نظارت بر ساخت در شهر تهران تاثیر داره؟ درود بر شما. ببینید زمانی که قدرت در واقع روابط جای ضوابط رو بگیرند، قانون رو میشود فهم کرد. همونطور که در گزارش شما هم شنیدیم، متاسفانه نهادهایی در همدستی با شهرداری تهران که تنها مرجع قانونی است برای رسیدگی به بحث‌های طراحی، نظارت و اجرای ساختمان‌ها، اینجا در واقع همکاری می‌کنند. مشکل بزرگ در شهر تهران این است که اساساً کیفیت زمین بستگی به شرایط ژئوتکنیکی یا امنیت اون از لحاظ مسائل مثل فرونشه است یا فاصله مؤثر از گسل‌ها رو نداره. آیین نامه زلزله 2800 به شما تکلیف میکنه که تا شعاع 10 کیلومتری حداقل 3 گسل فعال، یعنی گسل فشا و گسل شمال و گسل جنوب که مجموعه گسل هایی است، اونجا مطلقا نباید هیچ سازه‌ای رو احداث بکنید. اینجا هم گفته شد در منطقه 22 و در همین خیابان مقدس اردبیلی که نزدیک هستن به گسل ها، خب پروانه و مجوزهای اعطا شده از طرف شهرداری، یعنی به جای اینکه مطالعات ژئوتکنیکی، مکانیک خاک و اساساً شرایط اینکه در ترامش سرزمین یا طرح جامعه و تفصیل، یعنی اسناد بالا دستی رعایت بشه، خب متاسفانه مجوزها اهدا شده و خب ما مجددا شاهد هستیم که اونجا اتفاق خواهد افتاد. ساخت ساختمان‌های بی‌کیفیت و عملاً به وجود آوردن بمب‌های ساعتی که در جای جای کلان شهر تهران خب متاسفانه ساخته شدن. آقای اسکندر، وضعیت سازه‌های تهران با توجه به بحرانی بودن موضوع فرونشست و گسل‌های این شهر چطوره؟ بله، ببینید فرونشست که به اون زلزله خاموش هم میگن، کلان شهر تهران و بسیاری از شهرهای دیگر رو مثل اصفهان، مشهد، کرمان رو تهدید میکنه. شما زمانی که سازه‌تون رو طراحی می‌کنید یک ذریب اطمینان یا سیفتی فاکتوری به اون میدید، اما به خاطر مسائلی مثل فرونشست که شامل نشست نامتقارن و تحلیل تدریجی نیروهای درون ساختمون هست، به تدریج سازه شما تاب‌آوری خودش رو از دست میده، اصطلاحاً ظرفیت سازه خودش رو پیشخور میکنه. اینجا زمانی است که تنها به یک تریگر یا به یک تحریک کننده مثل یک زلزله با مقیاس کم احتیاج داره که اون سازه دچار کالپس یا فروریزش بشه. مشابه اتفاقی در متروپول افتاد یا چند سال قبل در تهران در ساختمان سعادت آباد افتاد. شرایط تهران مطلقاً شرایط یک کلان شهر نیست که بتونه چند میلیون نفر جمعیت رو در خودش جا بده. میدونیم بسیاری از ساختمان‌ها و برج‌های تهران، گفته میشه بیش از 80% اونها فاقد پایان کار هستن، یعنی از لحاظ کیفی مورد تایید قرار نگرفتن. اما متاسفانه شهرداری تهران که تنها نهاد و مرجع قانونی است برای کنترل کار کیفی و بحث‌های طراحی و نظارت، متأسفانه نظارت درست رو انجام نمیده و خب همونطور که دیدید در گزارش شما هم تابع و تصمیم نهادهای فراقانونی مثل سپاه پاسداران، ارتش و یا نهادهای بالادستی متأسفانه.